مرز نامعین و حضور نیروهای روس زندگی ساکنان دهه شیده کارتلی گرجستان را به کابوس تبدیل داده است. من در خط مرز 3 پارچه زمین دارم که نمیتوانم به آنها برسم. وقتی من به اینجا می آمدم گرد و اطراف را می آموختم که مبادا روسها مرا بینند. آنها معمولا در پس بوته ها پنهان می شوند. چرا یک نفر می تواند از پس بوته ها ببیند؟ وقتی من فرار کردم آنها از پس من می دویدند. این حالت 5 دفعه رخ داد. من گریختم اما دوستی مرا قپیدند و با خود بردند. من این همه را دوباره آباد میکنم. از سال گذشته تا امسال بالای این آن وقت گلوله توپ افتاده بود. ما یک مقدار پول صرف کردیم و در اطراف خانه‌مان پنجره کشیدیم. زیرا اینها پیوسته در ما را میزنند و شراب و ودکا میپرسند. من پیر شدم ولی اینها میتوانند مرا هم با خود ببرند، نه تنها جوانها را. من بعضن میترسم. با اونها میگویم روید از اینجا، روید از اینجا. خوب، کسی بدیها نمی دروید. اما وقتی ما بدیدن باغهای خود می رویم، عسکرهای روس در جایهایی که خط مرز معین نیست حاضر می شوند و می گویند که اینجا قلمرو آنهاست و شما را بازداشت می کنند. ما واقعا هم نمی دانیم که خط مرز چه طور معین شده است. از دوره جنگ به این سو ما برای آبیاری زمین های خود آب نداریم. ما بعضی چاه ها کنده ایم اما آبی آنها برای شاداب کردن زمین کافی نیستند. فقر و گشنگی اینجا حکمران است. شما میپرسید چگونه جنگ به ما تاثیر رساند؟ تاثیر منفی رسانده است. مگر در جایی که جنگ است زندگی میتواند وجود داشته باشد؟ اینجا آدمان دوستی داشتند و از حال هم دیگر با خبر میشدند. اکنون ما را در درون پنجره گرفتند. من نمیدانم، من حالا هم هراس دارم. اما اسیتی شمالی همان آدمانی هستند که بودند. آنها دیگر نشدند. مگر دیگر شدند؟ مگر ما بدون حمله و اهانت به یکدیگر زندگی نکرده بودیم؟ من با اسیتین ها کار کردم و یگانه گرجی بودم که پهلو به پهلو با آنها کار میکردم. نمیدانم، من نمیدانم چرا این جنگ سر زد. با گذشت وقت آنها زمین های بیشتری ما را به قلمرو آن سوی مرز به زمین های خود همراه می کنند. وقتی آدم ها برای کار به زمین های خود می روند آنها را بازداشت می کنند. با خود می برند و جریمه می کنند. من نمی دانم آنها چقدر پول طلب می کنند. بغیر از این چیز دیگر در شیوه زندگی مردم نشده است. گرجی ها و استین ها خصومت با هم ندارند. ما با یکدیگر مثل خواهر و برادریم و حتی ازدواج های بین همدیگری داریم.